بالاخره و پس از 2 سال وقفه، رقابت‌های سوارکاری در بخش درساج به میزبانی اصفهان آغاز شد. دو تا رده سنی داریم، زیر 16 سالی که بالای 16 سال، تقریبا 20 تا شرکت کننده در رده بالای 16 سال داریم و 10 نفرم در رده زیر 16 سال. یکم بچه‌ها از درساج دور بودن، ولی خدا رو شکر یه مسابقه خیلی قشنگه، حرکاتی که سوارکار با اسب در نقاط که باید انجام بده. وقفه ای که در کنار ایجاد انگیزه بیشتر سبب شده بود تا سوارکاران هم خودشونو یه محک جدی بزنن. خیلی خوشحالم که مسابقه را گذاشتن، چون واسه اسب و سوار خیلی خوبه. برای ما یعنی خیلی خوبه، همکار زمینیمون خوب میشه، هم از بیس سوارکاری خوب پیشرفت میکنیم. بچه ها هم اسباشون معلومه کار کردن، هم خودشون خیلی تمرین کردن. سطح خیلی خوبی داره با وجود اینکه 2 سال پیش آخرین مسابقه درساج برگزار شد. درساج در واقع مهمترین و اساسی ترین رشته سوارکاری محسوب میشه و در بین سوارکاران از اهمیت بالایی برخورداره. درساج یه ورزش پایه سوارکاریه، یعنی علم سوارکاری درساج هست. وقتی توی کشوری پیشرفت بکنه، تحت شعاع قرار میده سایر رشته‌ها رو. به قول معروف ورودی رشته سوارکاری درساج هست. خیلی کمک میکنه که اسب منظم باشه و سوارکار هماهنگی بهتری داشته باشه با اسب. درساج یه جوری مادر همه ورزش‌های سوار است. در پایان مرحله نخست این مسابقات و در بخش زیر 16 سال، تینا هنرمند با اسب دماندو از باشگاه اصفهان و در بخش بالای 16 سال، المیرا آمری با اسب کالوارو از باشگاه پارادایس به مقام قهرمانی رسیدند. این رقابت‌ها قراره در 9 مرحله دیگه و تا پایان امسال ادامه داشته باشه. مرحله دوم هم مرداد برگزار خواهد شد. علیرضا بهزادیان، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.